نگرانه. سلام. تو اینجا چیکار میکنی؟ دیدم ات با ناجیه داشتی کار میکردی. نسرین خانم، تو رو خود اینجا وای نستیم، شما برین، من میام یه جایی بهتون توضیح میدم. بله، منم خیلی چیزا رو باید به توضیح بدم، فردا بهت خبر میدم که کجا بیای دیدنم. چشم. تو اذیت نکن، درستش میکنم. باید به همه بدهی کار باشم، آبروم رفت. نکنه خودتم باورت شده کارگرون کارخونه ای؟ ناسلامتی پزشکه این مملکتی ترانه، مطمئن باش مادر منم اینو میدونه. فعلا که برای نجات پیمان صبح تا شب دارم تو اون آشالدونی کار میکنم. باش صحبت میکنم، خودم درستش میکنم. سهیل، منو ببر خونتون با مادرت صحبت کنم. الان وقت مناسبی نیست. فردا قرار میذارم همدیگر ببینید. من تا فردا دیوونه میشم. من امروز باید با مادرت صحبت کنم. سهیل، خواهش میکنم. منو ببر خونتون باهاش حرف بزنم. الان اون ناراحته، تو هم ناراحتی. باز یه حرفی میزنید، حالا بیا درستش کن. نه، هیچ حرفی نمیزنیم. من و مادرت باید با هم صحبت کنیم. هر چی زودتر بهتر. دلسوزی باش حرف زدن. بفرما، اینم زبون خوش قبول کرد؟ به حرفم گوش داد؟ معلوم نیست باز امشب چه ساعتی برمیگرد خونه. الانه که پیداش میشه. من میگم اینا زودتر برن سر خونه و زندگیشون، شما قبول نمیکنی. یه جوری میگه خونه و زندگی که انگاری همینطوری علکیه. بابا دختر شوهر دادن که به این راحتی نیست. چهار تا تیر و تخته نمیخوای براش جور کنی؟ اینا زودتر تکلیف خودشون روشن کنن، من جهیزیه هم براش میخرم. باور کن اون روز که سهیل گفت عقد بمونه واسه 3 ماه بعد، من یه جورای خوشحال شدم. اما الان هول کردم که میتونم تو این 3 ماه این جهیزیه رو بخرم یا نه. من به فکر آبرومونم، تو به فکر جهیزیه؟ با اونش کاری نداشته باش، من درستش میکنم. اون شاپون رو میزه، ورش تو بیار. باور کن که منم فکر آبرومونم، اما با دست خالی که نمیشه دختر رو فرستاد خونه شوهر. با کدوم پول؟ تو کاری نداشته باش. آقا مصطفی، من و تو که با هم تعارف نداریم. ببین وضع و اوضاعمونو، با انار فروشه که نمیشه یخچال و گاز و لباسشویی خرید. همه میدونم که تو چقدر زحمت میکشی. بله مشخصه، همه میدونم، ولی چه فایده که حرفمو نمیخونن. همه حرفاتو میخونن، اولیش خودم، ولی نمیشه که واقعیتو نادیده گرفت. دور زمونه عوض شده. شما درست میگی، ولی خب واقعیت چیه؟ من عقب افتادم که میگم خوب نیست دختر و پسر بلا تکلیف بمونن، باید زودتر برن سر خونه و زندگیشون. من اینو نگفتم، منظورم این بود که خوب شد 3 ماه عقد عقب افتاد. اگه یکم خیالم از بابت پیمان راحت بشه، خودم میافتم دنبال خرید جهیزیه. ترانم یکم پول کنار گذاشته، آروم آروم میرم خرید. خدا کریمه، تو هم اینقدر هرس و جوش نخور، این وسط اگه تورید بشه هممون بدبخت میشیم. دیگه چه بلایی قراره سرم بیاد که نیومده؟ طوری من بشه خیالت راحت، ترانه خانم هست که جمع جورتون کنه. ای بابا،
نمیدونم کلیدو برای چی گذاشتن آخه. بله. ببخشید سر زده اومدم، ولی باید باهاتون صحبت میکردم. سلام. فکر میکردم صبر میکنی تا خودم بهت خبر بدم. بشین. قهوه میخوری یا چایی؟ زحمت نکشین. هیچ کدوم. دستتون درد نکنه، یه لیوان آب میخورم. آقا فریدون نیستن؟ تو اومدی با من حرف بزنی یا آقا فریدون رو ببینی؟ بفرمایید. بشین. سهیل کجاست؟ منو رسوند رفت. آخه میخواستم تنها باهاتون صحبت کنم. خب میومد بالا؟ می‌رفتیم توی اتاق صحبت می‌کردیم. تو ازش خواستی نیاد؟ اونم گوش کرد. من نمی‌دونستم تو اینقدر خودخواهی‌تر نه. شما واقعا فکر می‌کنی من خودخواهم؟ این خودخواهی نیست که نمی‌ذاری سهیل زندگیشو بکنه. این خودخواهی نیست که آدم از یکی توقع داشته باشه باهاش سقوط کنه بره پایین. ترانه زندگی تو هر روز یه داستان داره. اون از زندان رفتن پدرت، اون از متهم شدن برادرت، اینم از کار کردن تو کارخونه. میشه بگی من باید کدومو ندیده بگیرم؟ تو اصلا اونجا چی کار میکنی؟ خب منم اومدم همینا رو بهتون توضیح بدم. انتظار چیز دیگه ای نداشتم. من نیومدم از شما بخوام که منصرف بشین از مخالفت ازدواج من و سهیل. اومدم بهتون بگم حق با شماست. من فقط میخوام یک دفعه حرفای منو از زبون خودم بشنوید. من فقط 20 سالم بود که پدرم به خاطر اون اتفاق بیگناه افتاد زندان. ترم چهارم پزشکی بودم. همون سال یه خواستگار داشتم. قرار بود برای تخصصش بره کانادا. میگفت منم با خودش میبره. میریم اونجا یه زندگی بدون دغدغه شروع میکنیم. هم درس میخونیم، هم یه زندگی جدید میسازیم. دو تا انتخاب بیشتر نداشتم. رفتن و شروع یه زندگی جدید، موندن و تلاش برای نجات خانواده. شما میدونید که من راه دوم انتخاب کردم. به نظر شما من اشتباه کردم نسرین خانم؟ شما هم جای مادر من. من باید به فکر خوشبختی خودم بودم و مادرم رو تنها میذاشتم تو اون شرایط. نه واقعا شما فکر میکنید من اشتباه کردم؟ نه، انتخاب درست بودم. کار درست رو کردی که طرف خانوادت رو گرفتی. سهیل تو خانواده خوبی بزرگ شده. مطمئنم اگه برادری داشت که این گرفتاری ها براش پیش میومد هیچ وقت تنهاش نمیذاشت. حتی اگه این مشکلات برای پدر مادرش هم پیش میومد مطمئنم که کنارشون بود. شما چه انتظاری از من دارین که غیر از این عمل کنم؟ من انتظاری ندارم. من فقط دلم نمیخواد بچه‌ام به خاطر کس دیگه همه چیو از دست بده. خب اگر این اتفاق برای سهیل افتاده بود من هیچ وقت سهیل رو تنها نمیذاشتم، چون خانواده سهیل خانواده منم هست. نسرین خانم، من تو خانواده بزرگ شدم که مفهوم خانواده رو بهم یاد دادن. درسته پدر مادر من مثل شما با سواد و تحصیل کرده نیستم، ولی به بچه هاشون یاد دادن که خانواده خیلی مهمه. باید از آقای سیاوش ستوده تشکر کنم بابت تمام محبت هایی که به من داشتن.
در واقع اگر پیگیری های ایشان نبود، من هرگز آخر اون شانس انتشار کتابم را پیدا نمی کردم. به جرأت می توانم بگویم در تمام سالهای زندگیم هرگز به این شکل مورد توجه و احترام قرار نگرفتم و از این بابت خودم را همیشه مدیون آقای ستوده می دانم. ایشان به طور کاملا اتفاقی با کارهای من روبرو شدند و بعد با خیرخواهی پیگیر چاپ این کتاب شدند. و از این بابت خودم همیشه مدیون آقای ستوده می دانم. چطور است؟ بسیار قشنگ است مادر جان. بسیار قشنگ است مادر جان. جوانکو شما مطمئن باشین بیگناه، یه پیمان که ثابت شه همه چی تغییر میکنه. تو از کجا مطمئنی که برادرت بیگناهه؟ به خاطر اینکه برادرمه. من با پیمان بزرگ شدم. شاهدایی که شهادت دادن بر علیه پیمان همشون کارگرای اون کارخونه‌ن. من الان زندگیمو ول کردم، رفتم اونجا دارم کار میکنم تا بتونم بفهمم پشت قضیه چیه. ناجی هم شهادت داده؟ تا الان تونستی به کجا برسی؟ با وکیل پیمان به یه چیزایی رسیدیم اما کافی نیست. نسمی خانم، من تو این مدت برای نجات پیمان خیلی توهین شنیدم، خیلی اذیت شدم، خیلی تحقیرم کردم، اما خم به ابرو نیاوردم. اما این حرف شما که این که فکر میکنین من با خودخواهی خواستم سهیل رو نگردارم، واقعا این رو نمیتونم تحمل کنم. کاش سهیل بود، خودش همه چی رو بهتون توضیح میداد. من میدونم این حق شماست که برای پسرتون یه زندگی بی درد سر و راحت بخواید، اما من واقعا نخواستم سهیل رو با خودخواهی نگردارم. من منظوری نداشتم تر اینجا. از اینکه تو برای خانوادت میجنگی خیلی هم برات احترام قائلم. ماجرای تو و سهیل هم از نظر من دیگه تموم شده است. اینو همون موقع که به خاطر تو شغلش رو رها کرد فهمیدم. ولی خب من خوشبختی سهیل رو میخوام، بر همین احتیاج داشتم که تو رو بهتر بشناسم. الان دیگه خیالم راحت شد. سهیل باید یاد بگیره که پای انتخاباش بیسته، که فردا روزی نیاد به تو قور بزنه. از این که میبینم پسرم با شرافت تمام پای انتخابش ایستاده، من دیگه حرفی ندارم. خیلی ممنون. من این همه قصه نوشتم که توش دو نفر عاشق هم بودن. بذار ببینیم تو واقعیت هم عاشق واقعی پیدا میشه. شما فکر کردی من هر حرفی بزنم چرت و پرته، مزخرفه، دریوریه؟ بابا اینجوری نیست، توش دو کلمه حرف حسابم هست. صد بار گفتم، هزار بار گفتم، بابا این فقط به فکر خودشه. داره به عالم آدم ثابت میکنه که اگه یه آدم خوب تو این دنیا هست اونم آقا سیاوشه. بابا کارخونه رو کرده انجمن حمایت از زنان بی سرپرست. مادر من هم که همینجوری اینجا نشستی، به رو خودت نمیاری، بی خیالی تهی میکنی. بیا اینقدر گوش نکردی تا کار رسید به اینجا. به کجا؟ آخه برای چی خودتو میزنی به اون راه؟ از صبح تا شب افتاده دنبال این زنه. بابا عالم آدم دارن به اون میخندن. به من چه؟ راست میگی؟ به ما چه هستن؟ من چی کارم دارم اینا رو واسه تو توضیح میدم؟ قدیما باباها میافتادن عشق و عاشقی پسراشون رو جمع کنن، الان ما باید بشینیم با چشای خودمون عشق و عاشقی بابامون رو ببینیم. تو به من ربطی نداره، هر کی زندگی خودشو داره. فقط میگم کارخونه جای کار کردن، جای خوشگذرونی که نیست. اینا رو گفتم تو هم بدونی. گوش کن ببین چی بهت میگم. ازت میخوام یه کاری برام انجام بدی. با این حساب من فکر میکنم شما زودتر عقد کنید بهتر. شما که میگفتین چند ماه دیگه چی شد؟ سهیل جان، پدرتون درست میگم، بهتره که هرچه زودتر عقد کنیم. ترانه چون خانوادهشون با این مشکلاتی که دارن
بهتره که یه شادی تو زندگیشون باشه. ببین بابا، با شرایطی که ترانه داره فکر میکنم بالاخره یکی باید همیشه پیشش باشه، نمیتونه تنها بمونه. خودم مثل کوه پشتشم تا آخر دنیا، بهت قول میدم. الکی نگو پسر، تو زن نیستی نمیدونی. تا این چیزا ثبت نشه دل زن آروم نمیشه. ترانه جان، بابا جان، شما با آقا مصطفی صحبت کن، هر چی زودتر بهتر. فکر کنم ایشونم با این مسئله موافق باشه. آخه نمیشه که، پیمان زندانه. کاری نمیخوایم بکنیم بابا جان، ماییم و خانواده شما و یه عاقد. انشالله وقتی پیمانم مرخص شد یه جشن مفصل میگیریم. انشالله انشالله. خدا دست خودم نیست، در دلم آشوب است. بابا تو هم اینقدر بیقراری نکن، ایشالله میری دکتر خبر خوب داره. راست میگه، ایشالله میری با خبر خوب برمیگردی. یا خدا، من دلم روشنه. نهارتو بخور، این چند روزه هیچی نخوردی، از با میفتی. یا دعا کنی یک دوست ازم به خیر بگذارم. تا الان که به لطف آقا سیاوش همه چی به خیر خوشی گذشته. ایشالله امروز میری برمیگردی و تو هم خیالت راحت میشه. غذاتو بخور. ایشالله. آقا سیاوش نمیاد؟ نگفتم برش، ولی خودش همراه دکتر در ارتباط است. خوبه بیاد، یکی پیشت باشه بهتره. میفهمم، رویم نشد برش بگویم. در این مدت بسیار برش زحمت دادم. یه نگاه به اون قیافت بنداز، رنگ و رو تو ببین. ببین اگه جواب دکتر هم مثبت باشه، با این قیافه که حتی ببینه وحشت میکنه. کوف کن غذات دیگه، اینقدر خودتو لوس میکنی. برطرف شده، یعنی متوقف شده، یعنی خوبه. هزار مرتبه شوم، هزار مرتبه شوم. خیالت راحت باشه، فقط ما این یک بار باید بیاییش برای چه کار. بچشم بچشم سیاوش سای، بسیار تشکر، بسیار تشکر. بچه هم به من برگردان دید. آقا سیاوش، واقعا نمیدانم چی بودم، نمیدانم چی رقم از شما تشکر کنم.
من که کاری نکردم، تشکرم احتیاجی نیست. همین که حال حکمت خوب شده و شما هم روحیت بهتر شده برای من کافیه. خوشحالم. یک دنیا تشکر. با اجازتون. کجا مگه نمیخوای سوار شیم؟ نه مزاحمتم نمیشی. بیا، من اومدم برسونمتون. برو بالا حکمت. برو. اتفاقی افتاده؟ میتونم مدارکتون ببینم؟ مدارک چی؟ مدارک اقامتی. چی شده ناجی خانم؟ اجازه بدین بفهم مدارکتون ببینم. مدارک من از کامل نیست، یعنی بسیار تلاش کردم ولی هنوز جور نشده. پس باید تشبیه این کرده جان تمام. نه آقای پلیس، کلانتری برای چی؟ من بچه ما برده برم مدرسه. آقای پلیس تو رو من خدا، شما اقامتتون غیر قانونیه. بفهم بخشت خانم، یه چند لحظه میشه بگیر. حکمت جا مادر ندست باشه، من زود میایم. خوب ماما نرو. خوشایی خانم جان اینو بگیر کلید خانم، باشد برای حکمت باشه. من خودم یکی رو میفرستم بیاد ببردش. باشه تو نگران حکمت نباش، من میبرم خونه خانم. کسی رو نداری خبر بدم؟ من کیو دارم بهش خبر بدم؟ به آقا فرصت بگو. باشه باشه چشم. حکمت جونیم مادر تو کلان شدی، مرد شدی، مادر زود میاد. باشه نزستیم عزیز کم عزیز کم. ماما نرو. آقا شما چرا؟ سلام پرویز جان. سلام از ماست، من میخواستم براتون چایی بیارم. این خانم نصیری هنوز پایینه؟ آقا نیومده باز، ما گفتیم دیگه درست شده، این یکی مثل اینکه درست بشو نیست. آقا یه زنگ زدی؟ یه دو سه دفعه زنگ زدیم ولی جواب نمیده که. خیلی خوب. سلام احمد جان. سلام امو. امو زو پلیس
ناجیه رو بردن. چی مامان تو بردن؟ و پس تو کجایی؟ پیش کی هستی؟ الان من پیش شهین خانومه. اما مامانم که میاد. اما جون درست برام تعریف کن ببینم چی شد. بله بفهمید. سلام، شما شهین خانوم همسرشونین؟ بله. الان حکمت پیش منه. شما؟ من ستوده هستم، صاحب کارشون. ببخشین چی شده؟ حکمت چی داره میده؟ والا ما هم بیخبریم، صبح از کلانتری اومدن ناجی خانمو بردن به خاطر اقامتش. از کلانتری؟ بله. خب فقط ناجیه رو بردن یا کسای دیگر رو گرفتن؟ نه فقط ناجیه رو بردن. ما هم از همین تعجب کردیم، این محله پر افغانیه. فکر کنم یکی لوش داده، وگرنه چرا یهویی باید گیر بدن بهش؟ بعد خود این حکمت هم سپرده به من. پیش من الان حکمت اومدم لباساشو ببرم. خب کدوم کلانتری بردنش؟ مطمئنی؟ آره بابا. چرا ناجیه؟ حتما یه نفر لوش داده. کی آخه؟ من چه میدونم، یه از خدا بی خبر. غریبا کجاست؟ نمیدونم، اونم یه حقه بهش زد. میگم تو من خانم کسی با ناجیه دشمنی داره؟ نه بابا، ناجی آزارش به مورچه هم نمیرسه، چه دشمنی؟ غریبا کجا سودتر این خبر رو بهش بگیم؟ مگه خبر خوبیه که پیش پیش بریم بهش بگیم؟ مسئله پیش پیش نیست، مسئله اینه که ستایی با هم دیگه عقلامونو بذاریم رو هم دیگه ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. آخه ما چیکار میتونیم بکنیم؟ اینقدر ناامید نباش. کجا میری؟ میرم دنبال فریبا، بهتر از اینه که دست به دست بذاریم. بله من همونم. یک ماه پیشم به زنگ زدم. یه بار دیگه هم بهت میگم، من میدونم که تو اون فرشته بدبخت رو کشتی. به نفعت واسه من بازی در نگیری، حرفام هم جدی بگیر. ببین اگر میخوای دهنم بسته باشه، تو آخر همین هفته 100 میلیون واسه من جور میکنی میاری، وگرنه باید جواب پلیس رو بدی. حرفام هم جدی بگیر، وگرنه بد میبینی. آه بالاخره میفهمی کیم. دوباره بهت زنگ میزنم. ببخشید الان میتونم سوال کنم؟ بله. یعنی هیچ جایی نداری ایشون رو تو ایران نگه داریم؟ چون بقید هر چیزی راهی داره دیگه. آه خدمت شما که عرض کردم، به هیچ عنوان نمیشه ایشون رو نگه داشت، مگه اینکه شرایطش خاص باشه. خیلی خب همین شرایط خاص چی هم؟ مثلا اینکه برای تحصیل اومده باشه، شغل مهمی داشته باشه، یا اینکه ازدواج کرده باشه و همسرش ایرانی باشه. خب الان با شرایطی که ایشون داره تا کی یعنی میتونن تو ایران نگرش دارن؟ فکر میکنم نهایتا تا فردا ظهر. اینجا چی کار میکنی؟ اومدم کمکت. ها پرویز شاکی نشه، بهش گفتم. تو اومدی به من کمک کنی یا بروبر منو نگاه کنی؟ ولش کن، سنگین کارتو خودم تمومش میکنم. چجوری تو رو با این پا فرستادن اینجا؟ چه میدونم، دستور بالا اومد. آقا شهاب؟ آره دیگه، پسر اصلا یه جوریه، هر روز میره قشقرقی به پا میکنه، نمیتونه ببینه ما یه ساعت که بار میشینیم. میشین یه ذره استراحت کن.
آی پا. وای خیلی سنگینه. آره بابا پات بهتره؟ آره دست درد نکنه، این روغن رو دادیم مالیدم خیلی خوب شد، ولی تموم شده. میخوری؟ میشه زم برات میگیرم باز. فریبا خانم راستی این پسره که میگی این قاتل فرشته است، اگه یه وقت بره بالای دار ناراحت نمیشی؟ نه واسه چی باید ناراحت باشم؟ تو اون کارشو داده. خب از کجا میدونیم واقعا کار اون بوده؟ و کار کیه؟ من نمیدونم، دارم از شما میپرسم. اگه نمیدونی بچه رو حرف بی خود میزنی ها؟ اصلا ببینم چرا هرچی پیش میاد تو حرف فرشته و پسره رو پیش میکشی ها؟ هیچی، فقط از روی کنجکاوی. نه دیگه، کنجکاوی هم یه حدی داره، حرص آدم رو در میاری، فکر و خیال آدم رو ور میداره. وای فریبا جون خیلی سخت میگیری، من همینجوری یه چیزی پرسیدم. آخه جالبه تو این مدت در مورد خودت و خانوادت هیچی نمیگی، حتی در مورد ما هم سوال نکردی، همش میگی فرشته فرشته. تو بودی مشکوک نمیشدی؟ نه مشکوک چی؟ فکر کردم چقدر فضوله. فریبا جون بیا دیگه، بیا کمک. نمیدونم چی شده، دیشب یک لحظه قدر احساس و خوشبختی کرد که خودم ترسید، انگار نمیشه هیچ وقت آرام بود. اینجوری صحبت نکنین، یه راهی پیدا میشه. شوهرم زنده بود بسیار سعی کرد که اقامت قانونی ما رو بگیره، اما نشد که نشد، اون رقم آماره دریا شد. بعد اوام خودم به هر دری زدم نشد. این دیگه خانه آخر است، من میدانم میفرستند اون برو، مشکل ندارم، بالاخره یک جایی برای من و حکمتم هست. نگران ناجوری حکمتم. لطفا اینقدر نگران نباشیم و ناامیدم نباشیم. اصلا من اومدم اینجا برای همین دیگه، اومدم کارتون رو درست کنم، درست میشه. از من یکی را برد من رو دادم، وگرنه چرا در این مدت کسی نیومده باشد؟ من به کسی بدی نگردم آقا سیاوش، که اینقدر بلا سرم میگم؟ آخه تا کی باید این وضعیت ادامه پیدا کنم؟ کی دلش آمده این کار رو با من بکنن؟ کی رو برد من رو داده؟ نکنه با خاطر مصاحبه است؟ من نباید مصاحبه میکردم. نه 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 اصلا ربطی نداره، با اون ربط نداره، شما مطمئن باش. باید صبح حکمت رو میدیدم بسیار درست ترسیدم، از گل بدتری که به دروغ بهش گفتم چیزی نیست، نترس. ولی من که میدونم چه روزای سختی در روست. ناجیه خانم لطفا به جای قبول بدبختی یکم فکر کنیم، بالاخره باید یه راهی پیدا کنیم دیگه. و الان فعلا که شما اینجایی، هنوز که کاری نکردم، منم قول میدم نذارم شما رو منتقل کنم. شما بیا بشین. ببین وکیل من ایران نیست، اگه بود که اون همه کارا رو درست میکرد، ولی گفت یه وکالتنامه از شما بگیرم بتونم خودم کارا رو پیش ببرم. یعنی غیر از این هیچی دیگه به ذهنم نمیرسه. بدون اینجا رو امضا کنیم، بدون اینجا.
یک دنیا تشکر. خودم شنیدم داشت با یکی تلفنی حرف میزد، میگفت من میدونم شما فرشته رو کشتین. خیلی بد دلقم، ولی اگه تو همین یکی دو روز مواظبش باشیم شاید با اونایی که داشت حرف میزد یه قراری بذاره. چه غلطی داری میکنی؟ به کی داری گزارش میدی؟ چیزی شده؟ گفتم داشتی به کی تون تون گزارش میدادی؟ داشتم خونه حرف میزدم. خودم شنیدم که گفتی باید مراقبش باشم. اینا رو خونه میگفتی ها؟ گوش وایسادی؟ نه، فقط تو بلدی فضولی کنی. من نمیدونم در مورد چی داری صحبت میکنی. خودتو به نفهمی نزن. خودم شنیدم. باید برم سر کارم. ببین دختر جون، بابام بازی ران انداز. من خر نیستم. خودم شنیدم اونی که اون برای خط داشتی بهش میگفتی تو میخوای منو بپای. خیالاتی شدی پری بکنه. من اصلا به کار تو چیکار دارم؟ از اولش میدونستم که تو کار شده. این مهربونی، لفظ قلم حرف زدن و سر و لباس فضولی در مورد فرشته. فکر نکن نمیبینم که هر روز یه ماشین میاد دنبالت، دو تا کوچه بالاتر سوارت میکنه. پلیسی نه؟ پلیس چیه؟ این حرفا چیه میزنی؟ پس توی کارخونه چه غلطی میکنی؟ اینجا چیکار داری؟ به خدا اگه حرف نزنی به سیبی میگم، بعد خودت میدونی که چه بلایی سرت میاد. اگه اینقدر مطمئن حرف میزنی پس مراقب رفتار خودت باش. شنیدم که داشتی یه که اخاذی میکردی، میگفتی میدونی که مرگ فرشته زیر سر اوناست. فکر کردی خودش جرم کمیه؟ مواظب باش با این